خبر تازه از انتقالات آلمان که ماهانه وعده داده بود 1000 مهاجر افغانستانی را از افغانستان انتقال میدیم. پس از گذشت 14 ماه، 1 سال و 2 ماه، آلمان برای اولین بار 188 نفر آسیب پذیر افغانستانی را از پاکستان به آلمان انتقال داده. برنامه پذیرش مهاجران افغانستانی تحت پروگرامی که سال قبلی در اکتبر سال 2022 اعلان شده بود، حالا اکتبر 2023، نوامبر، دسامبر، این 14 ماه پیش اعلان شده بود، با مشکلات زیادی به همراه بود. در اول 3 نهاد مدنی را موظف کرده بود که افراد آسیب پذیر را شناسایی بکنه. یک از نهادها کابل لفت برکه بود. بسیاری ها ثبت نام کردن، بسیاری ها نکردن. یک شلوغی و بسیار جنجال های زیادی هم در اونجا شد و حالا هم بسیاری ها سرگردان است و بسیاری ها جواب دریافت نکرده و شاید یکان تا جوابی دریافت کرده باشه. نهادی دومی خبرنگاران بدون مرز بود که او یک روز باز مانده بود، یک روز درست، زیاد سر شلوغ شد، هر کس در اونجا ثبت نام کرده بود و هم سایت خود بسته کرد. نهادی سومی لایف میژن بود، او یک بار یک شبانه را سایت خود باز کرده بود و چون شلوغ زیاد شد او هم بسته کرد. این برنامه آلمان از زمان اعلانش تا حالا بسیار با چالش های زیادی مواجه بود و مخالفت های هم در آلمان علیه مهاجرین بود که نباید مهاجرین زیاد آورده شود و از سوی دیگر یک تعداد همکارای مستقیم آلمانی ها عملا جواب رد دریافت کرده بود. انتقادات در اونجا هم زیاد شد. بالاخره آلمان مصروف هم کارمندای نزدیک خود شد، درجه اول خود شد و کسایی که مثلا آسیب پذیر بود و کاتگوریش قبلا اونجا اعلان کرده بود که اینا ثبت نام بکنه، تازه تازه حدود 188 نفر انتقال داده. و در ادامه خبرها گفته شده که به تعداد 11000 نفر هنوز هم منتظر هستند که به آلمان انتقال داده شود. حدود 3000 نفر اینا در پاکستان به سر میبره که تاییدیه را دریافت کرده، منتظر انتقالات آلمان هسته و حدود 300 نفر اینا در ایران به سر میبره که منتظر انتقالات با آلمان هسته و حدود 8000 نفر دیگه در داخل افغانستان هنوز گیر مونده. حالا 3000 او، 8000 داخل افغانستان و 300 دیگه در ایران، چیزی حدودی 11000 چند صد میشه که اینیا تاییدیه آلمان دریافت کرده ولی هنوز هم منتظر هست. یعنی با گذشت 1 سال و 2 ماه برای اولین بار انتقالات صورت گرفته. البته این خبر خوبی هم هست، کسایی که ناامید شده بودن به نحوی که میگفتن برنامه نتیجه نمیده، یک روزنه باز شده. میخوایم بگم که کشورها برنامهشون طولانی مدت است، زمانگیر است ولی با مرور زمان اجرا میشه. اونا معیارات را چک میکنه، بررسی میکنه و کسایی که واجد شرایط باشه، اما کیسشون درست باشه، معلومات خود درست نوشته کرده باشه، اینا احتمال بالایی داره. و یک مشکل دیگه در مورد همکارش بود که جوابی رد دریافت کرده بود. من فکر میکنم که دوستای گرامی ناامید نشه، با نهادهای آلمانی که کار میکردن باز هم در ارتباط باشه. یک نهاد دیگه به نام پرو ازل هم با نمایندگی از مهاجران افغانستانی علیه دولت دعوا کرده بود که چرا نفرهای ما رد شده. لینک از او ویدیو را هم در بخش تشریح میمونم، همراه از او هم در ارتباط باشین، کسای خود دنبال بکنید، با مرور زمان حتما نتیجه میده. کسایی حتی که قبلا هم رد شده میتونن در برنامه جدیدی که گفته بود 1000 نفر انتقال میدیم، میتونن در برنامه شامل شوه، هیچ گونه مشکلی نیست. اینم قدر خبری بود برای شما اعلان کردم. و در مورد انگلستان هم، انگلستان گفته بود که ما حدود 2000 مهاجر افغانستانی را از پاکستان به انگلستان انتقال میدیم و در جریان 2 ماه میباشه تا 12 پرواز بدن. چند بدن؟ ماهانه چیز حدود 5-6 پرواز میشدن. به هر حال یک تعداد انتقالاتشان جریان داره، یک تعدادشان باید شاید با مشکلات مواجه باشه ولی اونا انتقالات خود ادامه میدیم. و کسایی که خانوادش در انگلستان انتقال داشته بود و یک تعدادشان پس مانده بود، اینا حتما کارشون اجرا میشه. این یه خبر تازه بود دوستای گرامی، فقط خواستم مطرح بکنم که بعضی کسایی که خوابیده بود، همین که پاکستان یک کمی اخراجش رو کرد و کشورها یک تعداد دستپای شور دادن که
انتقالات خود آغاز بکنه. مثلا آلمان شروع کرد، انگلستان شروع کرد، آمریکا نماینده هایش رفت در پاکستان، گفت کسایی که امرای ما کیسر اخراج نکنید. و پاکستان هم اعلامیه داده که کسایی که یک کیس به یکی از کشورها داشته باشه ما اینا را رد نمیکنیم یا اخراج نمیکنیم، برای مرز نمیکنیم. و یکی دو سه روز پیش وکلا یا مدافعین حقوق بشر در دادگاه عالی پاکستان عرضه داده که دو تعداد مردم باید به افغانستان شما دپورت نکنید. اول کسایی که داخل پاکستان تولد شده اینا باشه اخراج نکنید. دوم کسایی که جانشون در افغانستان در خطر است، اگر شما اینا رو روان بکنید در اونجا خود جایی نیست، اینا بازداشت میشه، شکنجه میشه یا کار برش فراهم نمیشه، شما حقوق بشری اینا رو ضایع میکنید. بناهن فشار سر دولت پاکستان زیاد هست. پاکستان هم گفته خب ما کسایی را که کیس داشته باشه رد مرز نمیکنیم. و این جدیدن هم که در دادگاه شکایت شده، دادگاه عالی هم دولت گفته در این مورد وضاحت بدی. امیدوار هستم که دولت پاکستان یک تجدید نظر کنه و مهاجرین ما را زیاد اذیت نکنه. بخیر باشید و به سلامت. امیدوار هستم کسایی که طرف کشورهای خارج رفتنی هستین هر چه زودتر کارهای شما اجرا شوه. آلمان، کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکا، کشورهای مثل استرالیا یا هر جایی که مسیر شما هست کارهای شما رو برای شوه. ما خبرهای دیگر هم دنبال میکنیم، چیزی بعد از آمد امروز شما شریک میسازیم. تا درود دیگر، بیدرود، خدا نگهدار.